آقای دکتر مسعود کوثری استاد دانشگاه، آقای دکتر احسان رضایی کارشناس کتاب و جناب دکتر اسماعیل آذر استاد دانشگاه به کتاب باز، همگی خیلی خیلی خوش اومدید. خیلی خوشحالیم. موضوع صحبت این جلسه دور همی گوته هست. من سوالی که از هر سه بزرگوار دارم اینه که اهمیت گوته چیه؟ خب نه قربون اصلا بفرمایید. ساعت از یه رای خاصی میچرخه، از طرف شما میچرخه. بسیار خب، من شروع میکنم که جناب عالی بعد ادامه بفرمایید موضوع گوته رو. خب گوته در یه نقطه تاریخی است که اون نقطه تاریخی خیلی مهمه، یعنی تقریبا نیمه های قرن 18 تا اواسط قرن 19 یک دوران بسیار 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 مهم در تاریخ اروپا است، در تاریخ فلسفه است، در تاریخ موسیقی است، در تاریخ ادبیات و در تاریخ جنبش‌های اجتماعی و فرهنگی است. حتی تاریخ لشکرکشی‌های بزرگه. بنابراین یک دوره واقعاً بی‌نظیر و مهم هست که خب با جنبش‌های مهم ادبی و استتیک یا زیبایی شناسی همراه است. جنبش مثلا انتهای باروک، دوره روکوکو، دوره شکل‌گیری رومانتیسیسم در اروپا که خب رو همه چیز اثر گذاشته. یک سوش هگل، یک سوش بتهوون، یک سوش گوته، یک سوش شیلر، یک سوش ناپلئون. و به هر حال دنیایی است که تمام قول‌های عصر اونجا هستند و بنابراین شرایطی است که آدم‌های بزرگ زندگی می‌کنن در یک دنیای پرتلاطم و آثاری آفریدن که واقعا گهگاه آدم فکر میکنه چقدر عمر لازمه که یک کسی به اندازه گوته بنویسه، خلق بکنه، یا مثل بتهوون باشه، یا به هر حال مثل هگل باشه که یک نظام فلسفی جدید بیاره. خب این واقعا بی‌نظیره و گوته در اینجا یکی از اون شاهکاراست، یکی از اون نابغاست. و کلید گوته هم در واقع، حالا برای که بحث شروع بشه، تعارضی است که گوته بین دو دنیا احساس میکنه. تعهدات گوته و دیگران به عصر روشنگری، عصر عقل و خرد، و از طرفی تعهداتشون نسبت به احساس، به عشق، به جهانی که حالا در نوشته های گوته جهان شرق معرفی میشه، ولی اون سوی دیگه عصر روشنگری است، اون سوی خردی است که مشکلاتی به بار آورده. و گوته کشاکشی است بین این دو دنیای خرد و دنیای احساس و عشق، یا دنیای خرد و مصیبت‌های خرد. در واقع میتونیم اینو بگیم، مصیبت‌های عقل که در لشکرکشی به وجود میاد، در اوضاع نابسامانی اجتماعی به وجود میاد. و به هر حال دنیایی است که به نظرم بسیار مهم هست و آثار خلاقه ای رو به وجود آورده در همه زمینه‌ها، فلسفه، موسیقی، ادبیات. و خب گوته جایگاه بزرگی داره. گوته به هر حال نقطه ایست که آدم بسیار عجیبی است، آدمی است که تقریبا در بسیاری از علوم سررشته داره، در طبابت، در حقوق، در کانیشناسی، در گیاهشناسی، کشف یک استخوان در فک انسان که به عنوان یک جراح آکادمی علوم اونجا تایید که همچی چیزی هست، و الهام گرفتن این ایده های مثلا شیمی که اون رمان مشهور خویشاوندی های اختیاری شو اصلا بر اساس این ایده شیمیایی که حالا امروزه نمیدونم بهش میگن پیوندای نمیدونم کووالانسی، نمیدونم پیوندای چی، که به اصطلاح پیوندای بین مولکولی، چطور آدم ها جذب هم میشن یا از هم دفع میشن. به هر حال آدمی است که خیلی شبیه به بزرگان تاریخ ماست، آدم های مثل شیخ طوسی، مثل خواجه نصیرالدین طوسی، مثل خیام، مثل بسیار از بزرگانی که مثل ابوعلی سینا که در چند حوزه صاحب نظرند و فعال هستند و اندیشه های عالی دارند که به هر حال امشب شاید بشه برخی از جنبه هاشو بررسی. خیلی ممنونم آقای دکتر. آقای دکتر ایزمی فرمی، خیلی خواهش میکنم. من جواب این سوال رو دو تا جواب براش دارم. یکی در ادامه فرمایشات آقای دکتره، یکم این که چرا برای خود من گوته
شخص برجسته و قابل توجهیه و خودم چی یاد گرفتم ازش که اونو اگه ایزو بدید بخش بعدی میگم. همین یه گزارش خیلی سریع از زندگیش بدم. یوهان ولفگانگ گوته در امپراتوری روم مقدس به دنیا اومد، در جمهوری وایمار سالها وزیر بود، مشاور بود، حتی وزیر جنگ بود، در جنگ‌های ناپلئونی مسئول سربازگیری بود. توماس مان که یکی از علاقمندانش بود بعدها گفتش که زندگی بسیار عجیب و تقدیر گمراه کننده و گیج کننده ای داره این آدم. آدمی که در یه دوره خیلی عجیب غریبی میگه که در وقتی که به دنیا اومد چنان علائم حیاتیش ضعیف بود که فکر میکردن مرده و در 70 و چند سالگی دوباره دچار عشقی شد که به فکر این عشق چون نافرجان بود مثل 20 سالگیش به فکر از بین بردن خود افتاد. تو این کشاکش های مداوم روحی از یه طرف و اون دوره پرآشوبی که زندگی میکرد از جنگ های پروس و اتریش در کودکیش اتفاق افتاد، میگه که پدر بزرگش طرفدار یکی از این جناح‌های درگیر بود، پدرش طرفدار یکی دیگه و این تو خونه‌شون اینجا میدان جنگ و دعوا بود تا اینکه خودش درگیر جنگ های ناپلئونی شد. از کشاکش های بیرونی، کشاکش های درونی، تو این وضعیت گوته شروع کرد به خلق آثار و تعداد زیادی اثر داره. تا 500 اثر براش شمردن، حالا بعضی مثلا جدا جدا شمردن، بعضی اینا رو با هم مثلا حساب کردن تعداد کمتری شده که حداقل 4-5 تا جزو شاهکارهای بیبدیل هستش، مثل فاوست، مثل رنج‌های ورتر جوان، مثل دیوان غربی شرقی. اینا آثار خیلی خیلی مهمیه. معمولا مقامی که براش قائل هستن به خاطر همین آثار خلاقی که از دل این زندگی پرآشوب تونست خلق بکنه، مقامی هست که برای شکسپیر در ادبیات انگلیسی قائل هستن و میگن برای ادبیات آلمان همون جایگاه رو داره. تأثیر بسیار بزرگی روی ادیبان بعد از خودش گذاشت، مثل نیچه، مثل توماس مان، اینا همه ازش تاثیر گرفتن. حتی کشورهای دیگه مثلا آندره ژید تحت تاثیر دیوان غربی شرقی گوته بود که علاقمند شد به حافظ و ادبیات فارسی رو آشنایی پیدا کرد. منظور این که حتی بر کشورهای دیگه هم تاثیر گذاشت بعد از خودش. بعدن اگه وقت شد من درباره علاقه شخصیم بهش صحبت میکنم. بفرمایید آقای دکتر. شکار شیر گوزن است و آن یوز آهو، و مرد بخرد را علم و حکمت است شکار، که مرد علم به گورندرون نمرده بود و مرد جهل ابر تخت بر بود مردار. اگرچه گوته در گوره ولی نامش همه جای عالم هست. یکی از نویسندگان بزرگ آلمان به نام امیل لودیک، خیلی مشهور، آلمان رو میشناسنشون، خیلی مشهوره، یه جمله در باره گوته میگه: بهترین معرف گوته هست همونیست که رومی گفت جهانیست بنشسته در گوشه ای. گوته یه شخصیتیه که غرب رو و شرق رو با ادبیات به هم گره. حضورش در بعد از گوته، ما حضورش رو در جای جای آلمان و جای جای جهان میبینیم. این مادام داستال سال 1804، مادام داستال یه ملاقاتی با گوته میکنه. میدونی آغاز شاعریش، نگاهش همه احساسیست که رو همین حالا بحث داریم ما، یعنی سانتمانتالیزم اون مکتب گوته در اوائل کارش. در سال 1804 این مادام داستال یه ملاقاتی با گوته میکنه و اونچنان تحت تأثیر قرار میگیره که تراوشا، اینطور که میگوین، تراوشات ذهنی داستال سازنده رومانتیسیزم قرن 19 اروپا است. یعنی خیلی ها گفتن در اینکه بنیاد احساسی ادبیات اروپا چراغش را
داستال روشن کرد پس از اینکه با گوته ملاقات کرد. ما از مجموع این سخنم میخوام بگم، حالا با این حرف بد کار داریم، که یه شخصیتی است احساساتی. البته میتونم کنار این یه زمیمم بهش بگم بسپارم، شما شاید یه اشاره ای رو فهمیدم کردید. همیشه هم عاشق بود، اولا خیلی آدم خوشتیپی بوده، قد بلند داشته، شیرین بوده قیافش و دوست داشتنی اونطور که گوتر رو معرفی میکنن. و اصلا من یادم میاد که در شاید وایمار آلمان بود، سالها پیش سخنان راجع به گوته میکردم، یک محبوبی داشته که حالا راجع به اون اگر باز به من نوبت رسید صحبت میکنم، اون عاشق شرق بوده و به نام ماریان، و همون ماریان سبب شد که گوته، یعنی یکی از عواملی که او را تحریض کرد به طرف شرق، چون ماریان عاشق شرق بود و اصلا رومانتیسیست و اصلا قرن 19 همونش میگن دوره رومانتیک ها یا دوره ویکتوریا. این به اصطلاح رومانتیسیزم کارش این بود که متمایل به شرق بشه. در قرن 19 هم شاید هر کسی که از مزامین شرقی در آثارش استفاده نمی کرد، خاص در ادبیات، خاص از ایران، خواننده نداشت. کسی بازار داشت که از شرق و خاص ایران استفاده کنه. حالا نکات وصل حرفایی که زدم در دور بدخدمت بسیار زنده باد. چقدر صحبت‌های خوبیه، اصلا هیجان زده شدم. آقای دکتر گفتین که داشتن میگفتن خیلی خوشتیپ بوده اینا، خواستم بگم مثل آقای صحت خودمون دیگه، گفتم من هر روز یه محبوبی داشت دیگه، گفتم نه دیگه نمیشه. الان دیگه خیلی خیلی خوشحال شدم، حیف که اینجوری نیست، کاش بود. آقای دکتر فرمودین که گوته یک کاری کرده که خب خیلی کار عجیبیه که تونسته، حالا غیر از اینکه پلی زده بین شرق و غرب به واسطه ادبیات، بین عقل و احساس، یعنی خودش یه آدم احساسی بوده، همیشه عاشق بوده، ولی نگاهش به دوره روشنگری بوده، چجوری تونسته این همه پل چجوری زده، پل بین شرق و غرب، پل بین عقل و احساس، مثل اینکه همه چی رو میتونسته به یک تعادلی برسونه گوته. واقعیتش اینه که عصری که گوته درش زندگی میکنه عصریست که در واقع نخبگان جامعه هنوز انتظار دارن که خرد محصولات خودشو بده. خب خواهر گوته که تنها خواهرش بوده و در واقع دو فرزند خانواده بودن، در سن 20 چند سالگی میمیره و گوته دیوانه میشه از باب اینکه اینقدر دانش نداره یا دانش پزشکی اینقدر نیست که او رو نجات بده. بنابراین هنوز فکر میکنند، بر همینه که گوته تو خیلی از عرصه‌ها رفته جلو، بیکار نبوده، تفنن هم نبوده. این عصریست که احساس میکنه باید این دانش رو نسبت به طبیعت و انسان به دست بیاره تا به کمکش بیاد. بنابراین خرد یه جایی داره، اما خب این خرد یه جایی باز گیر میکنه. مثلا در همین جامعه وایمار یا در پروس اون زمان تنازعات سیاسی بسیار گسترده است، آشوب سیاسی به حدی زیاده که در واقع باعث میشه که توی دوره ای این آشوب که آقای دکتر دارن میگن حتما باش کار داریم. بله، این کلید واژه مهمه که حتما در این روزگار. بله، و اونجا در واقع باز اون فساد خرد چیز میشه، یعنی در واقع نظام‌های سیاسی که آماده پذیرش این عصر روشنگری و دستاورداش نیستن و در واقع تالیفاست‌های این جامعه رو به وجود میارن. و در اونجا باز احساس میکنه که یه چیزی کمه، اون چیزی که کمه اون احساس و اون به اصطلاح حس عشق نسبت به انسان و نسبت به طبیعته. اینجاست که ریشه های رومانتیسیسم به اصطلاح به وجود میاد و گسترش پیدا میکنه. و گوته و البته خب شیلر تا یه حدود زیادی که البته در جوانی ناکام میمونه، در 50 چند سالگی شیلر متاسفانه میمیره، ولی این پیوند این دوتا چیزیست که گوته انجام داده. بنابراین نمیتونسته دست از عقل بشوره، هنوز به اون به اوج رومانتیسیسم نرسیده که بگه خرد کنار، نه لازمش دارن، یعنی برای سازمان جامعه، برای پزشکی، برای درمان مصیبت ها، برای جلوگیری از فقر جامعه، ولی از اون طرف هم در واقع مصیبت های اینو دارن که یه جنبش اون زمان هست که آقای دکتر هم اشاره کردن بهش،
در واقع به آلمانی میگن اشتورم اون درانگ، یا حالا اشتورم که تو انگلیسی هم به استورم چیز شده، یعنی طوفان، قوقا، اون یعنی اند، و درانگ هم یعنی در واقع تنگنا. خب این طوفان یا اوسیان و تنگنا چیه؟ اوسیانش، تنگناهاش معلومه، این سازمان های سیاسی فاسد پروس و فرانسه و جاهای دیگه تاب این جامعه جدید رو ندارن، و از طرفی هم اوسیان روشنفکران و نخبگان جوانی مثل شیلر و بتوون و چه میدونم گوته و دیگرانه که در واقع میخوان این آرمان انسانی رو در واقع به منصه ظهور برسونن. ببخشید، چند تا نکته به اصطلاح واژه های کلیدی بود راجع به گوته که ما اینها رو باش اگر بحثمون طول کشید باید باش صحبت بکنیم. یه آشوب، نشاط و وحدت وجود. شما نیاب کنید مولوی وحدت وجودشه، یعنی ما شاعرانی داریم که ما دو جور شاعر و نویسنده در دنیا هم همینطوره، یا شاعران شعرشون و نوشته هاشون توجیه کننده اون تفکرشونه، یا اینکه نه برای تیک تکایی که به هم هیچ ربطی نداره. در فلسفه گوته پیرو اسپینوزاست، و اسپینوزا با اینکه یک شاعریست که یه ذره به فهم نفهمی هم آقای دکتر بدبین بوده، یعنی پسیمیست بوده، ولی وحدت وجودی بوده، یعنی همه چیز رو میگفته از خداست. و اینم یکی از اون نکاتیست که حالا بعد خواهم گفت چگونه در گوته تاثیر میذاره. و شکسپیر حتی در همین، یادم میاد وقتی میخوندم من این فاست را، درست یه قطعاتی میگه، مثلا وقتی به شیطان میگه، کی بود اون شیطان؟ من فیستوفس، به اصطلاح نماینده شیطان بود، بهش میگه تو زیبایی، تو نباید بمیری، تو زیبایی. بلا فاصله شما مکبس چیز شکسپیر رو به یاد میاری، the fair is fall, the fair is fell، که اون زن جادوگر میگه زیبایی زشته، زشت زیباست. خب شیطان که نمیتونه زیبا باشه. یعنی جای پای شکسپیر رو حتی بفهمی نفهمی، جای نوعی از خردگرایی پترارک رو شما تو آثار گوته میتونیم ببینید. حالا تو بحث من این نیست، این بحث تو تخصص آقای دکتره، ولی من میخواستم حالا راجع به حافظ و اینا، حالا فکر کنم همه چی بگیم جز حافظ و قرآن و شعر. نه حتما، ولی چقدر همه بزرگان انگار صحبتهاشون به هم نزدیکه. الان داشتین میگفتین زیبایی زشته، زشت زیباست، دیگه من در حضور اساتید خجالت هم میکشم. ولی یاد اون شعر افتادم که از نام نگویی که مرا ننگ ز نام است، از ننگ مگویی که مرا نام ز ننگ است. برای همه دارن یه صحبت میکنن، جنسش یه متفاوتی داره ولی همینه در قالب. من به صحبت‌های اساتید اضافه بکنم، بجز هزار و یک شب با آثار داستانی دیگری از شرق هم آشنایی داشت، از جمله قابوسنامه. این نکته یه که جالبه، درسته. که بعد تو همین مثلا شادمانه های کوچک، ظاهرا اون حکایت های کوچک میگن بعضی وقتا ریشه هاشونه، بررسی هم کردن که کدوماش مشابهه کدوما مشترکه. پس یه استراحت کوتاه بکنیم، در بخش بعدی من از سوال کنم که چه جوری در اون زمان گوته با قابوسنامه، با قرآن، با حافظ آشنا بوده، و از آقای دکترم خواهش میکنم که درباره نشاط و شادی، آشوب و وحدت وجودی بعد در بخش بعدی توضیح بدن. چای ملدن یا دمنوش؟ من دمنوش، من هرچی باشه. چشم ما شادمانی های کوچک، شادمانی های کوچک. منم یه فنجون چای میخورم. چشم. الان آقای دکتر، در این فاصله که من رفتم دمنوش و چای رو بیارم، آقای دکتر آذر به من گفتن 3 ساعت دیگه که وقت داریم. گفتم که 3 ساعت متاسفانه نه، گفتن ولی حداقل 2 ساعت و نیم برای گوته حداقل احتیاجه. که من متاسفانه ما این وقت نداریم، ولی ای کاش بشه که یک برنامه دیگه هم دوباره درباره گوته صحبت کنیم که حرفا ابتر و ناتموم نمونه، حالا هر وقت که فرصتش برای شما مهیا بود، چون واقعا حیفه. و اینقدر مباحثی هم که آقای دکتر آذر گفتن واقعا مهمه و زیاده که حالا چند برنامه جا داره دیگه، یکی که حداقلشه.
ولی واقعا چجوری در قرن 18 میشناخته گوته، قرآن رو میشناخته، حافظ رو میشناخته؟ هنوز حافظ توی ایران خیلی شناخته شده نبوده، اواخر قرن 18 ها. بله. و مثلا با کتب ایرانی، کلاسیک های ایرانی آشنا بوده؟ میدونید که گوته از جمله کسایی بود که آموزش ابتدایش رو در خانواده دید، موقع خانواده هایی که دستشون به دهنشون میرسید و یک مال و مکنتی داشتن، معلم سرخونه میگرفتن. گوته فرانسه، انگلیسی، آلمانی که زبان مادریش بوده، لاتین، عبری، لاتین، حتی عبری، عبری، لاتین رو به خوبی صحبت میکرده، به خوبی میتونسته منابع رو بده. این از زبانش. بنابراین تا 16-17 سالگی 5-6 زبان اصلی رو گوته میدونسته. دومی که دورانیست که گوته زندگی میکنه، دورانیست که اولین دستاوردهای شرقشناسی بیرون اومدن، یعنی آثاری از شرق، از ایران، از هند، از نقاط مختلف ترجمه شده راجع به تمدنهای این کشورها، راجع به آثار ادبی این کشورها. و البته اونجا از جمله ترجمه دو جلدی پرگشتال از حافظ هست که در کتابخانه برلین یا فرانکفورت در دسترس بوده و تاریخ امانت گرفتنهاش هم هست که به مرور اینا میگرفته، مطالعه میکرده. جز اون لیست 40 تایی آثاری که به امانت گرفته از کتابخونه، خب حافظ هست، حافظ ترجمه دو جلدی، ترجمه قرآن هست، ترجمه قابوسنامه هست، ترجمه اشعار متنبی هست، شاعر عرب، نوشته های راجع به تمدن خاورمیانه هست، ایران و مصر و کشورهای دیگه. خدمت شما عرض شود که سفرنامه های شاردن هست، سفرنامه تاورنیه هست، سفرنامه دلاولا هست، اگه درست بگم اسمش درست کرد، پیترو دلاولا هست. این آثار مجموع آثاری است که هم سفرنامه های شرق شناسی، هم ترجمه آثار این دوره هست. و یادمون نره که یکی از مکاتب مهم شرق شناسی در آلمان بوده البته در اون زمان. خب طبیعتا این آثار آثاری بودن که در دسترس گوته بودن و گوته از طریق اینها ایران رو میشناسه، از طریق اینها رو شرق رو میشناسه. و البته کدها و نشانه هایی که میده در حد اطلاعات اینهاست. بعضی جاها هم خب ممکنه که مثلا اشتباهات یا محدودیت هایی وجود داشته باشه، ولی واقعیتش اینه که گوته شاید از یه لحاظ، آی دکتر هم اشاره کردن، خیلی شبیه شهریار باشه به لحاظ عاطفی و به لحاظ به اصطلاح تجربه های عاطفی که داشته، شبیه، خیلی شبیه استاد شهریار است، مرحوم استاد شهریار. این دانش زیاده به نظرم گوته هضم کرده و دنبال اون نکته‌ای بوده که خودش به دنبالش میگشته و یک نوع اعتدال در داوریش وجود داره. یعنی در همون زمان که ولتر کتاب به اصطلاح تقریبا انتقادی نسبت به پیامبر اسلام مینویسه، در اثر گوته چنین چیزی دیده نمیشه، یعنی داوری منصفانه تری دیده میشه. و اون وحدت وجودی که آقای دکتر اشاره کردن توی این آثار گوته هست. چنگیز همون ناپلئونه، ناپلئون چنگیزه، محمد عیساست. یعنی فرقی در واقع از لحاظ سطوح تمدنی، آدمها، شخصیتها، ادیان براش وجود نداره و بنابراین اجازه میده که بینش وسیعی داشته باشه و بتونه اینها رو هضم بکنه. حالا آقای دکتر بیشتر توضیح خواهند داد که در دیوان شرق غربی شرقیش اونجا الهاماتی از حافظ میگیره و بعد خب با اون معشوقی که داشته، معشوق زیبارویی که داشته و اونم اتفاقا به شرق علاقه داشته، اسم خودشو حاتم میذاره و اسم اونو زلیخا. و دیالوگی بین زلیخای جوانه که تقریبا 20 ساله بود اون زمان و گوته‌ای که باید مثلا نزدیک 70 سال داشته باشم اون زمان. به هر حال این دانشی رو که گوته به دست آورده سبب شده که تصویری رو بتونه به اصطلاح خلق بکنه که بنبستش تو به اصطلاح کتاب فاسته.
فاست بنبست خرد غربیه، بنبست خرد، بنبست علمی است که آثار فاسد به وجود میاره و روح انسانو به اسارت میگیره. شاید دیوان شرقی غربی شرقی پاسخی است به اون تنگناها و گرفتاری هایی که تو فاست ما تجربه میکنیم. یعنی انسانی که بدونی که به پیامدهای علم و خرد نگاه بکنه اسیرش میشه و روح خودشو به شیطان میفروشه. شیطان کیه اینجا؟ شیطان طبیعتاً به مفهوم دینی خودش نیست. شیطان علمی است که ازش بمب اتم در میاد، شیطان علمی است که ازش جنگ جهانی دوم در میاد، جنگ‌های پروس و اتریش در میاد، جنگ‌های ناپلئونی در میاد، گلوله ازش در میاد و این چیزی است که به هر حال گوته میخواد یک نوع رهایی ازش پیدا بکنه و اونجا این پاسخ رو در واقع میده به بنبستی که در نمایشنامه فاست وجود داره و به گفته شیلر شاهکار گوته هست. و شیلر تا زمانی که زنده بود اصرار میکرد به گوته اینو تموم کن. من حالا سوال بعدی میخوام شما درباره فکر کنم آیه سحر رهایی هم که گفتن جزو اون کلید واژه های مهمه. میگم من توی بخش سوال بعدی که میخوام از سعدیز بکنم، یه دور که رفتیم بعد میخوام شما درباره فاس، شما درباره رنج های ورتر جوان و شما درباره دیوان شرقی غربی صحبت بکنید. ولی قبل از اون چه جوری گوته هم تو سیاست بوده، هم تو علم بوده، هم دل می باخته این قضیات و هم معدن شناس بوده، سنگ شناس بوده، زمین شناس بوده، یه مدتی وزیر معادن وایمار بود، بله، فیزیولوژیست گیاهی بوده. اصلا با همیشه ربطی نداره و 500 جلد کتاب نوشته باشه. من فکرم همون که فرمودن یک کلید واژه مهمی هست رهایی. گوته کنار این که همه اینایی که گفتیم بود، یک دانش ورز برجسته بود، یک ادیب مبرز بود، روی خیلی دیگه تأثیر گذاشت، از کودکی استعداد غریبی داشت، در این حال در تمام عمرش یک آدم سرگشته بود، از مرگ می ترسید، ترس از مرگ در آثارش مدام هست، از عشق می ترسید. البته یکی رو من با شما مخالفم. حسین فردا یه شعری داره میگه که عشق را دوست دارم اما از زنها میترسم. انگار گوته رو میگه. بارها مثلا رفت دل باخت و بعد مثلا با لیلی مثلا که دختر 16 ساله‌ای بود قرار ازدواج حتی گذاشتن، بعد چند ماه به هم زد، گفت من میترسم و ادامه نداد. این سرگشتگیه به نظرم میرسه در تمام این کارهای متعدد داره دنبال راهی برای رهایی میگرده. خود شخص فاستم همین سرگشتگی میبینی، زنده باد، اصلا خود در ورتر جوانم میبینی، میبینی. در... اصلا ورتر یعنی خود گوته، اصلا یعنی این سرگشتگی تو توی آثارش منعکس هست، در زندگیش منعکس میره، یک سیاست مدار برجسته میشه در جمهوری وایمار، بعد اونجا دلزده میشه از سیاست، از اون امیر وایمار، یک سال و نیم مرخصی با حقوق میگیره بره ایتالیا بگرده و آثار رو، نقاشی های رافائل رو نگاه کنه، از سیاست هم دلزده میشه. و یک زندگی نامه خوبی ازش هست، میدونید که موضوع خود زندگی گوته موضوعی هست برای روانشناس ها و روانپزشک ها بسیار جالب توجه، رساله های مختلفی از فروید تا دیگران نوشتن. این کاریه که باز در همین زمین هست، گوته در سلوک خلاقیت، اشتیاق، زندگی نامه روانشناختی، راینر ام هولم هادولا نوشته و دکتر سعید پیرمرادی. دکتر سعید پیرمرادی در زمینه گوته و معرفیش خیلی کار کرده. بله بله. چندین جلد کتاب و امیدوارم که یه دفعه ما این سعادت داشته باشیم که آقای دکتر پیرمرادی هم مهمان ما باشن. اونجا این خلاصه این کتاب فکر کنم این باشه که میگه گوته برای این سرگشتگی هاش سه کار کردش. یک، اولا به رسمیت شناخت که مشکلاتی داره، این روحش آشوب‌هایی داره، کلید واژه‌ای که آشوبی در روحش هست، اینو به رسمیت شناخت. دو، دربارش حرف زد، چه با دوستانش مکاتبات بسیار مفصل داشت، چه در رساله‌هایی که درباره زندگی خودش نوشت و چه در آثار ادبیش دربارش حرف زد. و سوم،
این سرگشتگی رو، این تعارضات روحی رو تبدیل کرد به یک اثر خلاق. اون کاری که خانم میرهادی میگفت از غم بزرگ کار بزرگ خلق کنه، از این رنج بزرگی که میکشید که هی میرفت این ور نمیرسید، اون ور میرفت نمیرسید، رهایی انگار پیدا نمیکرد، اینو تبدیل کرد به یک کار خلاقه. و این اون وجهی بود که واسه خود من خیلی جذاب زندگی گوته، که در واقع اون تلاطمات اومد و موتور محرکی شد برای کارها. دقیقا ما خیلی وقتا این تلاطم‌ها رو اولا سرکوب میکنیم، میگیم نه بهش فکر نکن دیگه، اصلا به این اصلا فکر نکن، و اون وقتی هم که قبول میکنیم میریم خیلی وقتا رنج میبریم، این رنج خودمون رو با خودمون به دوش میکشیم، ولی تبدیلش به یک چیز دیگه این خیلی کار ساده است در حرف، ولی در عمل خیلی خیلی کار بزرگی هست که کسانی مثل گوته از پسش بر اومدن. خیلی ممنونم آقای دکتر. اون کلید واژه‌های مهم و یه چیز دیگه ببینید آقای دکتر، خیلی راه رو برای من بازتر کردن. من اگه بخوام صحبت بکنم، اولا باید بگم قبل از گوته چه خبر بوده. اگه بخوایم بگین چرا رفت سراغ حافظ، دلیل قانع کننده دارم برای این قضیه که حرفای شما درش هست، حرفای استاد در اون کلام هست. ولی ما باید بدونیم که قبل از گوته خیلی چیزها نوشته بودن که گوته از اونها استفاده کرده. ببینید قبل از اسلام و ادبیات قبل از اسلام مورد شخصیتی به نام انکتیل دوپقون نوشت. جغرافیای تاریخی ما را چی جوزف، عرض میکنم که جوزف مارکو آرت نوشت جغرافیای تاریخی ما را، ادبیات ما را، تاریخ ادبیات ما را سیلوستر دوساسی نوشت، روکرت، فردریش روکرت بخشی از شاهنامه را ترجمه کرد، اشلگل بخشی از حافظ را ترجمه کرد. و مثلا قبل از اینها در فرانسه، در کشور فرانسه سال 1643 آندر دوقیه ترجمه کرد سعدی را، و گوته حتما سعدی را خوند ولی به حکمت سعدی رسید، ولی هیچ چنگی به دل اون نزد. گوته چهار مرحله را طی میکنه. یه مرحلهش مرحله بوده که تاثیر ژان ژاک روسو، تحت تاثیر ولتر، تحت تاثیر شکسپیر بوده، اگرچه بعدها ولتر حرفای نابجا میزنه در مورد حضرت پیامبر اعظم صلوات الله علیه، و چه گوته و چه ناپلئون باش مخالفت میکنن، این یه فصل جدایی داره خودش. ولی در هر صورت این بخش اولش تحت تاثیر نابجا، بخش دومش آثار کهن را مثل اوریپید، مثل نمیدونم اوسیان، مثل سوفوکل، اینا رو مطالعه میکنه. بخش سومش میرسه به فاست. بخش سومش وقتی است که شیلر خودش میگه من و شیلر دو روح در یه بدن بودیم، و پس از مرگ جوان مرگ شدن شیلر حرف امیلی برونته رو میزنه، میگه مثل که یه پاره از بدن من کنده شد و رفت، و خیلی تأثیر عمیق درش میذاره. همون سرگردانی هایی که شما میگید، خود فاست هم سرگردان بوده. چرا میره با نماینده شیطان؟ برای اینکه دلش میخواست زندگی بکنه، دلش میخواست به یه آرامشی برسه. بنابراین دوره سومی شاعر دوره‌ای بوده که چند تا اثر حماسی از خودش به جا میگذاره، و دوره‌ای بوده که فاست رو شروع میکنه با توصیه شیله. اما دوره چهارمش دوره‌ای که به خاطر این همه آشوب‌های ذهنی که داشته و اون عاطفه مندی و احساسات عجیب و غریبی که در اون بوده، مثل بقیه به شرق پناه میگیره. پناه این در شرق قرآن بوده، پیامبر اعظم صلوات الله علیه بوده و حافظ بوده. اینا مکتوب، اینا تحقیق شده است و وجود داره، بخونم بهش میرسم. حالا چرا این رفت سراغ قرآن؟ چرا رفت سراغ حافظ؟ چرا رفت سراغ شرق؟ این باز بذارید اگه به من نوبت رسید، چون اگه واردش بشم دیگه به شما چیزی نمیرسه. خیلی متشکرم. من فکر میکنم که توی این برنامه حیفه که درباره سه اثری که در ایران حالا بیشتر میشناسن صحبتی نشه،
اگر موافقین شما درباره فاس، شما درباره رنج‌های ورتر جوان و شما درباره دیوان شرقی غربی صحبت بفرمایید. خب موضوع اساسی فاست موضوعی است که به نظرم از قرن 16 هم به بعد اروپا باش درگیر هست و آثار بسیار زیادی در ادبیات، در سینما، در سینمای قرن 19 هم 20 هم تولید شده راجع به این به اصطلاح خرد و پیامدهاش و آثار کم نیستن. حتی جامعه شناسان هم آثار زیادی دارن راجع به اینکه چی شد و ادعاهای روشنگری چی شد و ادعاهای خرد چی شد، چی شد ما به کجا رسیدیم. بنابراین موضوعی است که به نظرم دو سه قرن، سه چهار قرن اروپا درگیرشه و پاسخی براش پیدا نکرده که اون وعده‌ای که عقل میاد همه چیز درست میشه، زندگی به سامان میشه، مصیبت‌های بشر کنار میره و از دنیای جهل و خرافه بیرون میاد و به دنیای روشنایی علم میرسه کجا رفت؟ در واقع فاست پاسخی به اینه، یعنی پاسخی است که این خرد نتونسته حل بکنه، نتونسته حل بکنه و بنابراین در واقع آثار مجددی به پیامدهای ناگوار زیادی رو به بار آورده که طبیعتاً اینجا نویسندگانی مثل گوته و یا بعد از اون دنبال این میگردن خب پناهگاه کجاست؟ حالا اگر خرد نابخردی هایی به وجود آورده راحت چیست؟ طبیعتاً تو این یکی دو قرن ما میبینیم که در نخبگان اروپایی اشاره مستقیم به دین ندارن، اگرچه در فاست باز گرایش دینی گوته قوی تره، ولی خب مارکسیست ها و نخبگان و نظر پردازان مارکسیست بیشتر به هنر پناه آوردن و این جمله مشهور دکتر شریعتی اگه یادتون باشه میگه هنر پنجره نیست، در نیست پنجره است، مذهب در است و هنر پنجره و این راه خروج نیست. یعنی خیلی نقد خیلی جالبی به این تفکر مارکسیستی داره تو این عبارت خودش که هنر یه پنجره است، میتونی باز کنی زیبایی های بیرون رو ببینی ولی راه گریز نیست. ولی خب طبیعتاً اینجا مسئله که به وجود میاد اینه که این پارادوکسی که گوته و دیگران باش مواجه بودن و در واقع درد و رنجی که از این نابخردی ها یا پیامت های خرد که راه به اصطلاح کج رفته، راه ابزاری رفته به اصطلاح گرفتارش شدن و در واقع این شباهت خرد گرفتار شده به شیطان که در نقش مفیستوفلس هست در اونجا خیلی جالبه که بارها از روی در واقع گوته این کپی برداری شده، نسخه برداری شده و به آثار زیادی در اینجا رسیده. حتی در جامعه شناسان اخیر که از مدرنیته بزرگ شده صحبت میکنن، انلارجمنت مدرنیتی، که در واقع میخوام بگم بله مدرنیته سر جاشه ولی یه چیزهایی به وجود آورده، یه نابسامانی هایی به وجود آورده. بنابراین دو سه قرنه که اروپا داره به این مسئله گوته پاسخ میده که چطور شد، چرا ما نرسیدیم به اون ساحل آرامشی که خردورزی به اصطلاح وعده داده بود. و میدونید که بسیاری از روشنفکران چپ و بسیاری از نخبگان اروپا یکی از مسائل کلیدیشون این موضوع بوده. حالا حتی در آثار شعرا، در آثار نویسندگان مسئله گوته، یعنی شاید ما بتونیم بگیم که فاست مسئله مدرنیته است، فاست مسئله انسان دوران مدرنه که یعنی محصول دوران بله مدرنیته. محصول دوران مدرنیته است و پارادوکس دوران مدرنیته که ما با خرد چیکار کنیم، تا کجا باید دنبالش کنیم و اون آثار بعدش باید باش چیکار بکنیم. و خب جنگ جهانی اول و دوم و خیلی از مصیبت ها نشون داد که جدی این به اصطلاح آره اون پیشبینی ها درست بوده و بنابراین شاید حتی این ما از روی فاست بتونیم یه اصطلاح بسازیم، مسئله فاست، این مسئله‌ای که 200-300 سال اروپایی ها رو درگیر کرده، البته ما رو هم تو قرن جدید درگیر کرده و آره ما در واقع باش
درگیریم و حتی میشه گفت این پاندمی اخیر هم یکی از اون مسائل مربوط به فاست، مسئله فاسته که طبیعتاً به عنوان یک نمایشنامه برد جهانی پیدا کرده، یک تراژدی در واقع. این تراژدی، مفهوم تراژدیش خب خیلی جدیه، تراژدی بشر، یا اگر فاست رو بخوایم ترجمه بکنیم به عنوان تراژدی عقل بذاریم یا تراژدی بشر، در واقع محتوای فاست رو میتونیم کاملا آشکار بکنیم که برد جهانی پیدا کرده و خب طبیعتا به نظر میرسه که یکی از غیر از اون دیوان غربی شرقیش که پاسخ خودشه، ولی اون مسئله است که بشر باش درگیر بوده. ترجمه خوبی هم هست. یادم میره راجب آقای دکتر یه نکته بگم و بعد میخواییم سوال کنیم. ببینید آقای دکتر، شما باید برگردید به دوره رنسانس و برگردید به اومانیسم. این خردی که گوته ازش صحبت میکنه، این از اون اومانیسم ریشه میگیره. درسته که مدرنیته خیلی مزایای خوبی هم برای بشر داشت، ولی در اون بالش که به اومانیسم مربوط میشه، به اضافه عقلی که ارسطو تفسیر کرد و هرچی میگفتن در اون قرون وسطا میگفتن این گفته ای استاد هست، اون عقل را با اون اومانیسم اگر با هم قاطی بکنید و یکی بکنید، میرسه به یه خرد نابجایی. همین خردی که به جایی که انسان را به آرامش برسونه، انسان را به ناسامانی روحی و ذهنی رسونده. و شما حرف بسیار، من واقعا وحشت داشتم که این حرف رو بزنم، که این ویروس هم محصول همین دور. من ضمن این که با نظر خودم حرف شما رو تایید میکنم، مدت هاست بر اینم که این ویروس یکی از محصولات همین اومانیزمه، به علاوه عقل ارسطویی به اضافه خرد همین دورانیست که گوتم زاده این دوران. ببخشید قبل از اینکه ایشون اشاره کنم، من دو سه تا اسم ببرم ببینید چقدر این مسئله تکرار شده. سارت کتابی داره اگه درست یادم باشه به نام ویرانی خرد، این یکو. فیلم سینمایی اتاقک دکتر کالیگاری، باز یک کد دیگه، متروپولیس، اینا فیلم ها و آثاری هستن که همه یک نوع به اصطلاح، حتی کتاب مشهور فیلسوف آلمانی آدورنو به نام اسطوره روشنگری، که میتونیم البته با واژگان اون بگیم خرافه روشنگری، حالا یه توضیحی داره. اون همش نقد به همینه، همش بازگشت به این مسئله فاسته که در واقع تو آثار متعدد یکی از هدفهای اصلی روشنفکران و نخبگان و فیلسوفان بوده که بهش پاسخ بدن یا ببینن که در تشریح چی میتونن بگن. عذرخواهی میکنم. کاش فرصت داشتیم فاست رو برگردانهای مختلفش رو، مثلا فرق نسخه مارلو با داستانهایی که این افسانه رو هی در قالب نسخه‌های متعددی میشه ازش پیدا کرد. فاست مارلو و فاست گوته خیلی با هم فرق داره. بعد فاست هاینریش هاینه مثلا، اینا با هم بعد در سینما هم خب تعداد زیادی اقتباس هست که اینها بعضیش فکر کنم جزو شاهکارا هستش. به ترجمه هاش هم اشاره کردیم که البته چند تا اثر در دوران قبل از انقلاب ترجمه شده که الان داره باز ترجمه های جدیدی به وجود میاد. مثلا دیوان غربی شرقی یه بار ترجمه شده، رنجای ورتر جوان ترجمه شده، اگمونت ترجمه شده توسط انتشارات علمی فرهنگی، اشاره بکنیم از کاراتشون بود بارها تجدید چاپ شده. خدمت شما عرض شود که دو تا چاپ از فاست هست که توسط انتشارات مروارید، فکر میکنم هر دوست مال مرواریده، یکیش مال مرواریده، یه ترجمه یک جلدی چاپ کردم، یک ترجمه دو جلدی ها. دو جلدی خارزمی خارزمیه شاید اشتباه میکنم من. شاید منم اشتباه میکنم اینطوری تو ذهنم. دو تا به هر حال نسخه از فاست وجود داره که یکیش مفصل تره. رنج های ورتر جوان هم قبل از انقلاب ترجمه شده که به تازگی هم نشر ماهی ترجمه، بله، دو مرتبه به اصطلاح ترجمه هایی از اینها بیرون اومده. بفرمایید. من رنج‌های ورتر جوان رو که فرمودن، این ترجمه جدیدش هست، جناب استاد محمود حدادی ترجمه کردن. کارهای دیگه‌ای هم از گوته ترجمه کرد آقای حدادی. دوست داشتیم در
این برنامه هم حضور داشته باشن که حالا میسر نشد، ایشالله وقت دیگه خدمتشون باشیم. شما خیلی زیاده. آره. مهمون دعوت بکنیم. رنج های ورتر جوان همونطور که فرمودن رنج یک بخشی از رنج های خود گوته جوان هستش. گوته در 20 سالگی بعد از یک بیماری سل مبتلا میشه. خب گوته میدونید درس حقوق خوند که وکیل بشه و وکالت هم باز براش خوشایند نبود و رها کرد دادگاه من. بعد از اون بیماری سل و بهبودی که حاصل میکنه میره به یک ییلاقی که بالاخره سفری بکنه از این حال و هوا در بیاد و اونجا خانومی رو میبینه، خیلی شیفته ایشون میشه و اون خانوم نامزدی داره که به اون نامزد خیلی هم علاقمنده، ضمن اینکه به گوته هم خیلی احترام میذاره، ولی میگه خب من با ایشون نامزدم و دلیلی هم ندارم که این رو ترک بکنم. گسنر هست نامش فکر کنم. بله. و رنج های ورتر جوان دقیقا همین داستانه. ورتر که بعد از پایان درسش به ییلاقی میره، اونجا دختر خانم میبینه و عشقی اتفاق میفته. کل داستان در قالب نامه هایی هست که ورتر برای دوستش میمیسه و این ظاهرا جزو اولین کتاب‌هایی که بعد از صنعت چاپ خیلی پرفروش میشه، جزو اولین پرفروش‌های تاریخ هست. همین الان همین ترجمه‌اش هم که مصائب عشق هست، یک روایتی از مصائب عشق، چاپ 18مش هستش در بازار کتاب ما. من خیلی کوتاه گفتم آقای دکتر وقت بیشتری داشته باشن و لذت ببرید. من که حالا در این واپسین لحظه‌های فرجامین برنامه بگم که دیوان غربی شرقی گوتر واقعا باید یک جلسه خاص، حیفه که من به اصطلاح کل بزنم و رها بشه، ولی حداقل من راجع به بهره‌گیری گوتر از قرآن، شما از حضرت استادی سوال کردید که چه جوری این که فارسی نمیدونسته، این که عربی نمیدونسته، چگونه به حافظ روی آورده، چگونه قرآن را خونده. خب میدونید یه شخصیتی به نام همین سیلوستر دوساسی که تاریخ ادبیات ما درست کرد، این یک مدرسه ای در، یعنی یک گروه مدارس السنه شرقی درست کرد که مهمترینش در فرانسه بود و بعد در هندوستان و 4 زبان را در اینجا درس میدادن، زبانهای عربی و فارسی و ترکی و عبری بود و خیلی از اینها رفتن در اونجا و یاد گرفتن زبان فارسی یا زبان عربی را. گوته خودش میگه که اولا به هردر را استاد خودش میگه، در سن 23 سالگی یه نامه این بهش مینویسه که من یه مطلبی رو در قرآن خوانده ام و اون داستان حضرت موسی و عبادتش بوده و دوست دارم مثل اون عبادت بکنم و خیلی عظمت یافتم در این اثر و حتی آیه 25 سوره طه رو بهش اشاره میکنه گوته. و این یکی. بعد ما باید به ترجمه های قرآن در روزگار گوته توجه کنیم. ترجمه دیوید مگرلین اولین ترجمه‌ای بوده که به زبان آلمانی گویا گوته باش آشنا میشه و بعد ترجمه دیگری ماره چارلز سلرز بوده که اون هم در همون روزنامه فرانکفورت نقد میکنه و میگه که این اشتباهاتی داره و این با اغراض مسیحیت این قرآن را ترجمه کرده. یه ترجمه مشهور دیگه از تئودور آرنولد بوده و یکی هم خب در زبان فرانسوی هم خیلی مشهور بود، بارتملی، که اون یکی ترجمه بود که همه جا این قرآن رفت. این یکی. بعد وقتی که سربازان روسیه، وقتی ناپلئون شکست خورد و در وایمار اومدن، سربازان مسلمان روسی هم میان اینها بودن که یک گروهی وقتی از لشکرکشی و اندلس کارشون فارغ شد و به همین آلمان اومدن، یک نسخه خطی از چند آیه قرآن هدیه میارن اینها که گوته رو میشناختن برای او و خیلی خوشحال میشه و این هدیه را میپذیره. بنابراین یک،
آشنایی گوته با قرآن از مجموعه مگرلین اولین ترجمه که باش آشنا میشه. آقای دکتر فرمودن که زبان فرانسوی، زبان انگلیسی، زبان لاتین، زبان یونانی، حتی گوته، حتی شما تمام جای پای شعرهای کهن یونانی در همین فاست میتونید ملاحظه کنید، جای آیین روم باستان رو باز میتونید در همین فاست گوته ملاحظه بکنید. بنابراین آشنایش با قرآن از این ترجمه ها بوده و دورانی بوده که ذهن نابسامانی داشته و اینها به سامانش میگیره. دو، خیلی کسا بودن که مثل همین فردریش روکرت، مثل شلگل، مثل هامر، 1812 خود هامر جست گریخته چند غزل از حافظ را ترجمه کرد. کسانی که در کشور فرانسه بودن که حالا اطاله میشه من نام ببرم و کارهاشون رو بگم در مورد ترجمه های حافظ، گرچه ترجمه ها درست نبود و ترجمه های به اصطلاح خودمون هم حافظی که میخونیم توش گرفتار میشیم تو مزامینش، چه برسه اونها. ولی چطور با حافظ اونس گره؟ ببین، گوته از جنس حافظ بود. گوته یه سفری به راین میکنه و یه سفر خیالی رو تفسیر میکنه، یعنی برای خودش تفسیر میکنه و تبدیل به داستان میکنه. من دو تا تیکه از این سفرش رو برای شما آوردم که بخونم. آهنگ سفر شیراز کردم با خیالش، تا این شهر را منزلگه ثابت خیش قرار دهم و از اونجا که چون اتابکان و امیران فارس، ببینید تاریخ اتابکان فارس رو میدونسته، همینطور بهش اشاره نمی کنه، و از اونجا چون اتابکان و امیران فارس که هرچند یک بار به عزم سفرهای جنگی رو به اطراف می کردن، گاه به گاه راه سفرهای کوچک را در پیش گیرم و باز به شیراز برگردم تا اونجا کنار حافظ بیارامم. حتی یه آیه است در قرآن مجید، فعینما تولو فسما و چلان الله واسع علیم، ترجمه این از رو ترجمه های دیگه میگیره و خودش ترجمه میکنه که شرق در دستان خداوند است، غرب در دستان خداوند است، جنوب ها و شمال ها در بازوان خداوند آرمیده اند. و باز این حرف گوته هست که اگر آیین این است که ما به خداوند پناه بگیریم و با اراده او عمل بکنیم و هرچه او میگه اطاعت بکنیم، طبعا هر انسانی در این عالم مسلمانه، چون خودش رو تسلیم فرامین و اراده حضرت خداوندی میکنه. و قطعات دیگه که من یادداشت کردم از همین سفری که به راین میره و سفرهای خیالی گوته، وقتی به حافظ نزدیک میشه خودش یه جا میگه عجیبه که من دیوانه نشدم از خواندن این حافظ. ای حافظ، میشه من مثل تو باشم؟ ای حافظ، میشه من دربان در اون میکدهی بشم که تو مستیت رو از اون وام گرفتی؟ ای حافظ، احمقانه است کسی خودش رو با تو قیاس بکنه. تو مثل یک کشتی هستی که در یک اقیانوس بیکرانی میرانی و من مثل یک تخته ای در پشت تو دارم حرکت میکنم. انقدر این آدم منصف بوده است، انقدر گوته از دیوان منصف... خوندید دیگه، از دیوان غربی شرقی، از دیوان غربی شرقی، اینو همه رو دارم میگم دیگه. و از این مسائلی، یعنی نمونه هایی که من به دست دادم فراوان، همش همینه. چقدر غرور آفرینه از بزرگیه. بله، بله. و عجیبه که آقای دکتر مدت ها این مشق میکرده. من یه شب تو شبکه یک راجب بسم الله الرحمن الرحیمی که به تقلید از قرآن گوته مشق میکرده، که خود همین یکی از ترجمه های کهن درش عکس اون هست و عکس نوشته های گوته به زبان فارسی هست، کیکاووس، فریدون، اینا رو میدیده از شاهنامه و تقلید میکرده و بنویسه. حالا جمع‌بندی در دو تا جمله، پناه حافظ به شرق
و بعد به قرآن و بعد به حافظ فقط این بوده که نابسامانی ها و اون شتابندگی هایی که در ذهنش میگشته و میچرخه اینها را به آرامش تبدیل بکنه و گوته این آرامش رو در کنار حافظ یافته بود. بی نهایت ممنونم. من توی برنامه دیوان غربی شرقی و دیوان شرقی غربی گفتم که باید عذرخواهی بکنم. نه درسته، اونم طوری نیست. اشکال نداره. نه چه اشکالی داره. خیلی ممنون. محتوا و مفهومش رو میخوام. خیلی خیلی ممنون. به قول اصفهانی باکی نیست. من میخوام یه خواهشی بکنم و خواهش قلبیمه. جناب آقای دکتر کوثری، جناب آقای دکتر آذر، خواهش میکنم باز هم بارها و بارها و بارها به کتاب باز تشریف بیارید، چون سیر نمیشیم از صحبتتون. اینو غالبا موافقین آقای رضایی؟ آره، یعنی واقعا من میدونم چقدر وقتتون کم و محدوده، ولی حیف این دانش و بینشه که در اختیار ما و بیننده ها قرار نگیره. آقای دکتر گفتن که من یکم خسته بودم امروز. خدا رو تمام گفت بدا به حال روز. آقای دکتر من هم ساعت حرف میزدم و خدا به تکتر ولی واقعا این خواهش جدیه، چون سیر نمیشیم. امیدوارم بازم خیلی جمله بگم. آقای دکتر شما تصدیق میکنید شاید اگر ما 500 صفحه میخواستیم خلاصه بکنیم حرف بزنیم، به 100 صفحهش بیشتر در این برنامه نرسیدیم. برای همینه که من دارم خواهش میکنم بازم تشریف بیارید. نگفته از حافظ و گوته دارم و چراهایی که هر جا هست بالاخره من به اندازه مطالعه خودم دریافت کردم، ممکنم هست درست نباشه ولی خب نظرم رو میگم دیگه، و امیدوارم که با حضور استاد بزرگوار ما بتونیم یه فصلی بذاریم و این کار رو به فرجام. حتما. خیلی متشکرم، خیلی متشکرم، خیلی متشکرم و خدا نگهدار.